هیچ وقت اینقدر کلافه نبودم. منم مثل تو آشفتم. ولی باید خونسردیمون رو حفظ کنیم. چطور میتونی اینقدر خونسرد باشی؟ تو دلم آشوب خانوم. ولی میدونم این کاریه که باید انجام بشه، حرفیه که باید زده بشه. به نتیجهشم فکر نمی کنم. من فقط به عاقبتش فکر میکنم. نمیدونم چه عکس العملی نشون بده. نکنه شوکه بشه. ممکنه، ولی باید بهش فرصت بدیم که فکر بکنه تا خودشو پیدا کنه. او ما رو میبخشه؟ نمیدونم، همه چیز ممکنه. بعد از اون ما باید چیکار کنیم؟ بدون اون زندگی کردن برای ما خیلی سخته. از تصورش هم میترسم. من میرم کامران. کجا؟ من نمیتونم تحمل کنم. خودت این کار رو انجام بده. خواهش میکنم. ما قرار گذاشتیم، دربارش حرف زدیم. من توانشو ندارم. تو فکر میکنی برای من راحته؟ دلم خونه لیلا. اون عزیزترین کسیه که من دارم. ممکنه دستش بدم. تو مردی. قبول کردنش برای تو راحته. بمون لیلا. خواهش میکنم. تو وقتی کنارمی یه جورایی قوت قلب پیدا میکنم. خواهش میکنم. آرز امروز خیلی خلوته. بهتر. بد نیست کم استراحت میکنم. ما چی استراحت میکنیم؟ آخر ما چه جوابی بدیم؟ امید، میدونی امروز چه روزیه؟ تولد حضرت فاطمه سلام الله علیها، روز مادر. پاک فراموش کرده بودم. پس بگو چرا اینجا خلوته؟ همه رفتن واسه مادرشون کادو بگیرن دیگه. بها، ما چرا یادم رفت برای ماما چیز بخریم؟ منو بگو، اصلا امسال همه چی از یادم رفته بود. ببین آرزو، بیا یه چیز خوبی باید بخریم. ببین یه دونه گوشی موبایل. خب ماما موبایل میخواد چیکار کنه؟ نه، از این چیزا، اینا که جدید هست، تلویزیون داره. دوست داری نه؟ آره خیلی با کلاسه. ولی من میگم برای مامان یه مانتو بخریم. نه اصلا براش یه ساعت بخریم. تفلکی ساعتش خیلی وقت خراب شده. اون هر چی براش بخریم احتیاج داره. خودش که برای خودش چیزی نمیخره، همش به فکر ماست. بابام که اصلا توی خطا نیست. ولی من میگم بیا امسال یه چیز خاص براش بخریم که به یاد موندنی باشه. چیز مثلا خاص چیز بگیریم. آب میوه‌گیری. واقعا که امید با این پیشنهاداتت آدمو ناامید میکنی. بابا چرا ناامید میشی؟ خب آب میوه‌گیری اینجا سوخته دیگه. امید دو سالش که بود وقتی اولین بار گفت مامان یادته؟ آره، چند سال صبر کردیم تا یه بچه به ما بگه بابا، مامان. 7 سال تموم. چقدر معالجه کردم، همش قرص، دارو، سونوگرافی، عکس، از همه مهمتر حرف فامیل. امیدواری، ناامیدی. آره خیلی خوب تعامل کردی تا اینکه خداوند سحر به ما داد. خدایا شکرت. ای کاش همه چی تموم شده بود. کاش سالهای پیش بهش گفته بودی. قصه گذشته رو نخور. حساب همه چی رو کردم. اول مقدمه چینی میکنم. یعنی 100 بار با خودم مرور کردم و همه برخوردهای سحر رو هم پیش بینی کردم. خیالت راحت باشه. اینا همش حدس و گمانه. میترسم برخلاف پیش بینی هامون رفتار کنه. آره بعید نیست. هر وقت که فکر کردیم بچه‌مون رو میشناسیم خلافش بهمون ثابت شده. کاش به هم نریزه. نکنه عروسیش به هم بخوره. خب حالا یه پیشنهاد دیگه بده. چیز بگیرم. بابا همون پیشنهاد گوشی خیلی خوبه دیگه. بجون خواهر راست میگم. گفتم که نه. این چیزا بگیریم. اینا
اینجوری داش باشه میزنی اینو لپتاپ امید داری لج منو در میاری یا یه ساعت اینجا نشستی هر چی خودت دوست داری داری پیشنهاد میدی خب از حقوق پاتوقت بردار برو هر چی دوست داری بخر ای بابا خواهر من زندگی من انقدر چاله چوله داره که به این چیزا نمیرسه آخه الهی بمیرم نیست که شیش سر عائله داری به خاطر اونه نه میدونی آدم بعضی وقتا دوست داره که بعضی چیزا رو هدیه بگیره سلام سلام خوش آمدید بفرم ممنون منتظرم هستم آها بفرم بیدیم خدمتون یه قهوه لطفا چشم ممنون سلام روز مامانه گلم مبارک دست درد نکنه چه گل خوشگلی خواهش میکنم بابای خوبم چطوره؟ خوب خیلی گل قشنگه گرفتی قابل تو نداره میدونید چیه مامان همیشه دوست داشتم یه جوری محبتاتون رو جبران کنم من هیچ وقت هیچ چی کم نداشتم اما خب نشد دیگه ببخشید مامان تو بهترین مامان دنیایی همه مامانا خوبه اما من بچه بدی بودم میدونین البته سعیمو کردم همیشه خوب باشم حداقلش این بود که سعی کردم حتما همینطوره ببین سهر جان اینجا باهات قرار گذاشتیم که با هم حرف بزنیم نمیدونم شاید خیلی وقت پیش از اینا میبایست با هم حرف میزدیم چه حرفی؟ میدونین چیه من تازگی ها خیلی زود نگران میشم نه نگرانی نداره اصلا صحبت خاصی نیست تدارک عروسی به کجا رسیده عالیه بابا کامیار رفته یه کچروار انتخاب کرده ساده ساده این همی چیزایی که خودت میپوشی از زرق و برق خوشش نمیاد دیگه عاشق سادگیه آفرین چه خوب ببینم بابا جون ماشین اجاره کردی؟ نه اون که قضا نشد ماشین شما رو بگیره گفتم حالا ماشین بابای منو نمیخوای ماشین بابای خودتو بیار خرج بی خودی واسه چی بکنی؟ دخترم چقدر عاقله قربونتو برم خب به خودت رفتم ممنونم چه داماد گلی دارم؟ خب اونا به شما رفته حالا به خاطر حرف ماما قرار شده که ماه عسل بریم مشهد زیارت آره خیلی خوبه حتما برین خیلی دلم میخواد تو رو تو لباس عروسی ببینم اصلا باورم نمیشه چقدر زود گذشت یعنی تو داری عروس میشی؟ شب عروسی تو بهترین شب زندگی من سر دیگه از خدا هیچی نمیخوام منم به تمام آرزوهام رسیدم ممنون متشکرم دستشون درد نکنه خواهش میکنم امر دیگه نداریم دست شما درد ممنون سهر جون چند وقتی که میخوام راجع به خودمون باهات حرف بزنم خودمون؟ آره منظورم من و تو مادره خب من که همه چی رو در مورد شماها میدونم از 2 سالگی میدونم حتی یه روزش هم یادم نرفته بابا چقدر خوش گذشت کجا؟ بابا یادت از سرسر افتارم سرم شکست به مامان نگفتیم شما به من دروغ گفتی؟ نه فقط نگفتیم آخه تو سفر بودی بعدش هم تو رو سهر خیلی حساس بودی گفتم ناراحت میشی برای همین بهت نگفتیم خب بفرمایین دیگه چی رو قایم کردین دینگ 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 اعتراف پدر سوخته کفشای اسکیت حتما براش خریدی مامان تو چرا هیچ وقت نمیذاشی واسه من اسکیت بخره بابا یادته چقدر هم دیگه مچ مینداختیم که من میبردم که منم اون موقع یه دختر بچه بودم الان بیا بندازیم الان نه بیا دیگه نه سهر جون الان حالشو ندارم حالشو ندارم نگو بگو میترسم چون میبری آره من خیلی ضعیفم اصلا ترسو و بزدلم چی داری میگی بابا؟ ناراحت شدی؟ چی شده؟ ده ساله میخوام یه حقیقتی رو بهت بگم اما جرأت ندارم
انقدر دوستت دارم که حرفی رو که میخوام بزنم خودمم قبول ندارم. ولی وجدانم میگه که باید بگم. حالا یه موقع مناسبتر پیدا میکنی. لیلا، تو از منم بیشتر میترسی. 10 سال با خودمون درگیری. ما میترسیم که عشق تو رو از دست بدیم. بابا، شما عشق منو از دست نمیدین. من از شما خیلی چیزا یاد گرفتم. یاد گرفتم واسه زندگی باید انسان بود، باید به چیزای موندنی دل بست. بابا، شما قابل تحسینی. تو من خوب نمیشناسی. کامران، من شما رو خوب نمیشناسم. من که شما رو بهتر از خودتون میشناسم. من از شما مسئولیت پذیری یاد گرفتم. به خاطر همینه که میخوام ازدواج کنم و تشکیل خانواده بدم. میدونی بابا، اگه یه روزی بچه دار بشم دوست دارم رابطه‌ام با بچه‌ام مثل رابطه شما با من باشه. سهر، یه حقیقتی هست که باید بدونم. میدونم. حقیقت اینه که من سهرم، دختر شما و شما پدر مادر منید. این حقیقته. حقیقت عشق. این حقیقتیه که ما دوست داریم بپذیریم. ولی یه چیز دیگه هم هست سهر. سهر، باید بهت بگم. یعنی میخوام بگم. میخواین بگین که من فرزند واقعی شما نیستم. درسته؟ خیلی وقته میدونم. 10 ساله که میدونم. اون موقعی که ماما فکر میکن من خونه نیستم و یواشکی داشت با خاله حرف میزد، کلی با خودم کلنجا رفتم، سبک سنگین کردم، زیر نظر گرفتمتون. اما میدونین شماها، ناراحت نشینا، اما شماها خیلی خوبین. خوب خوب خوب. قربونت برم الهی، پس چرا به ما نگفتی؟ من فقط 13 سالم بود، اصلا نمیدونستم باید چی کار کنم. اما بیشتر از هر بچه دیگه ای ازتون ممنونم. واقعا نمیدونم اگه منو به فرزندی قبول نمی کردین چه بلایی سر من می اومد. من به کامیارم حقیقتو گفتم. آخه میدونی چیه؟ بهترین چیز گفتن حقیقته. ای فروجک، ادای منو در میاری؟ دوست دارم، چون شماها بهترین پدر و مادر دنیایی. تازگی ها متوجه شدی مامان چقدر تو خودشه؟ نه، به نظر من که مامان همون مامان نرگس همیشگی. مردی دیگه، این چیزا حالیت نیست. بسه درد نکنه دیگه. راست میگم دیگه، شما مردا به کلیات توجه میکنین، ما خانم ها به جزئیات. خانم پروفسور که به جزئیات توجه میکنی، حالا مثلا چی دیدی؟ مامان اصلا کمتر میاد پاتوق، وقتی هم که میاد خیلی زود میره. خب چیزه دیگه، حتما شاید با بابا حرفش شده. نه بابا، مسئله عمیق‌تر از ایناست. مثلا چیه؟ مثلا زندگی یه نواخ. دیدی بعضی وقت زندگی آدم یه نواخ میشه؟ صبح زور شب، دوباره فردا تکرار صبح زور شب. اون وقت شما چند سالتونه که این چیزها رو میفهمین؟ به سن و سال نیست دیگه، به توده خاکستری مغزی که تو نداری. خیلی با نمکی. حالا میگی چیکار کنیم؟ تغذیهش عوض کنیم خوبه؟ من میگم که یه کاری باید بکنیم که این ریتم زندگیش عوض بشه. یعنی از اون حالت عادی بودنش در بیاد. مثلا
مثلا یه اتفاق تازه بیفته تو زندگی. آره مثلا فهمیدم. چی؟ همون تغذیهش عوض کنی. امید به این خانومت قهوه سفارش داده بود، من یه قهوه برش بزنم. مامان کامیا ساعت 7 منتظرم. خیلی خوب میدونی. ماشین اون طرفه. امید فهمیدم. یه فکر بکر، برای مامان و بابا بلیط هواپیما میخریم برای کیش؟ نه بابا خیلی گرونه، پولش از کجا بیاریم؟ خب من و تو از دستمزد پاتوقمون پولشو میدیم. نه بابا گرونه، من اصلا وسعم نمیرسه. بعدش هم اصلا لزومی نداره ما اصلا کادوی گرون قیمت بگیریم، مهم نفس هدیه است، نفس هدیه. مهم اینه که اون مادر ماست، از هر موجودی هم برای ما عزیزتره. حالا اگه تو نمیخوای پول بدی نده، من خودم به تنهایی پولشو میدم. بایستا بایستا رو منم حساب کن. بیاس نقده نقد. ای این که پول پاتوقه. پول پاتوقه. خب صبر کن دقیقه. ببین من تو میدونی که من پول جیبم نمیذارم، حالا تو بده من قسطی بات حساب میکنم. من بدم؟ خب آره دیگه، ما قسطی برمیگردم، الان پول همراهم نیست. امید خیلی خوب خیلی خوب. همین که پیش هم باشی، همین که فرصتی باشه،